بخش سوم گفتار عمومی 152 خودمون در مورد ریشه زیستی و طبیعی خشونت در انسان رو در اینجا شروع میکنیم و من میخوام که از یک موقعیت متأخر شروع کنم و از گروه از نظریات متأخر شروع کنم و به صورت معکوس برگردم به عقب. آدورنو که از اندیشمندان مکتب فرانکفورت بود، که خود مکتب فرانکفورت از شاخه‌های نو مارکسیسم است، مارکسیسم غربی اصطلاحاً، یعنی مارکسیسمی که نه در شوروی و غیره بلکه در کشورهای غربی رشد کرد و در اون تاکید زیادی بر روی فرهنگ و به اصطلاح روبنا میشد و اهمیت اون میشد، کتابی داره به نام دیالکتیک منفی که در 1966 نوشته شده و فارسی هم ترجمه کرد. خب این بحث دیالکتیک منفی رو ما بیایم و از یک منبع متأخری مثل آدورنو شروع کنیم و برگردیم برسیم به انسان هابیلیس، هومو هابیلیس، که حالا بنابر برابر تو گفتم این 2.5 تا 4 میلیون سال پیش زندگی میکرد. بحثی که در مکتب فرانکفورت و در آدورنو مطرح میشه نگاتیویته یا نگاتیویتی یا مفهوم نفی، خودش برگرفته شده از اندیشه مارکسی هستش. اندیشه مارکسی که از یک دیالکتیکی صحبت میکنه که این دیالکتیک در درون خودش یک خشونت رو داره، منتها در نزد مارکس این خشونت عمدتاً در اون به اصطلاح بحثی که مارکس میکنه در مورد قانونی که در به قول معروف به روایت او در تاریخ وجود داره، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک، این خشونتی است که بین دو طبقه متخاصم همیشه وجود داشته بعد از اون دوران کمون اولیه که انسان‌ها از لحاظ فقر اونقدر فقیر بودن که اصولاً تفاوتی نمیتونستن با هم داشته باشن که بهش میگه کمونیسم اولیه، ولی بعد از این که انسان انباشت اولیه ای رو پیدا میکنه و میرسه به یک موقعیتی که یک چیزی به نام ابزار تولید میتونه به وجود داشته باشه و انسان‌ها میتونن همدیگر رو استثمار کنن برای اینکه انباشت سرمایه انجام بدن، خب از اون موقع خشونت هست که بین انسان‌ها حاکمه از نظر مارکس، بین دو گروه که این دو گروه یکی طبقه حاکم هست و یکی طبقه زیر سلطه هستش و البته دوره‌هایی رو برمی‌شماره مارکس که عمدتاً اینا رو از تاریخ اروپا گرفته، از بردهداری که در اینجا یک گروه اربابان هستن و یک گروه بردگان هستن و اربابان بردگان رو استثمار میکنن و به این ترتیب میتونن زندگی مادی خیلی خوبی داشته باشن و برده در اینجا ابزار تولیدی هست که مالکیتش در دست ارباب هست و بنابراین مالکیت مبنای این خشونت هست، چه کسی مالکیت رو در دست داشته باشه. بعد میرسه به دوره فودالیسم که در اون رابطه بین زمینداران هست و رایایی که این زمین‌ها رو کش می‌کنن و ابزار تولید زمین هست، زمین متعلق به اربابان هست و به این ترتیب میتونن این استثمار رو انجام بدن باز بر اساس خشونت. خشونت دقت کنیم که همه شکل نفی داره، یعنی نفی برده به وسیله ارباب، نفی اون کشاورز بدون زمین به وسیله زمینداری که ابزار تولید رو در دست خودش داره و بعد میرسه به دوره سرمایه‌داری، باز ابزار تولید در اینجا کارخانه هستش، کارگر در اینجا در موقعیت زیر سلطه است و کارخانه دار در موقعیت سلطه هستش و بنابراین رابطه بین کارگر و سرمایه‌دار هم یک رابطه خشونت‌آمیزه از نقطه نظر این که
سرمایه‌دار به دلیل مالکیت ابزار تولید این کارخانه میتونه کارگر رو زیر فشار بذاره و با خشونت او رو وادار به کار کردن کنه و به او صرفا اونقدر بده که بتونه زنده بمونه و مابقی ارزشی رو که تولید میکنه که همون به اصطلاح مارکسی ارزش اضافه استش رو برای ثروتمند کردن خودش استفاده کنه. و این به نظر مارکس و بعدن کسانی که دنبال روی مارکس هستن باید بره تا برسه به یک انقلاب نهایی، که اون انقلاب نهایی به این دلیل نهاییه که به پایان میرسونه این روند خشونت دائم بین دو طبقه رو. چرا؟ چون پرولتاریا به قدرت میرسه و با دیکتاتوری پرولتاریا نه فقط به این خشونت پایان میده، بلکه به خودش هم پایان میده و جامعه بی طبقه به وجود میاد. البته این روایت مارکسی اولا روایتی هستش که بسیار برگرفته است از روایت مسیحی، که حالا الان به اون ما کاری نداریم، ولی در خودش تناقض‌های زیادی هم داره، از جمله اینکه خب چرا این دو مرتبه به یک سیستم خشونت‌آمیز جدید نمیرسه، که میرسه اتفاقا. و روابط امروز روابطی هستن که بین دولت‌ها و مردمان زیر این دولت‌ها قرار دارن، منتها خب بسیار بسیار متفاوت‌تر و پیچیده‌تر هستش. ولی به هر تقدیر مارکس هم در این به اصطلاح رابطه خشونتی که از نفی میاد تحت تأثیر هگل هستش، که در کتاب پدیدارشناسی خودش 1806 منتشر کرده، انسان رو یک کنشگری میدونه که این کنشگر در حرکت تعریف میشه و حرکت با نفی تعریف میشه، با تخریب تعریف میشه. ما در اینجا میتونیم یک تمثیلی بیاریم که کاملا گویاست. ما وقتی که چیزی میخوریم، مهم نیست که گیاه بخوریم یا گوشت بخوریم، ما وقتی چیزی میخوریم این چیز رو تخریب میکنیم برای خوردنش، این چیز رو میکشیم. اینجا گیاهخواری و گوشتخواری نیست که مهمه، اون درجات مختلفی داره، ولی گیاه باید از موقعیت زیستی خودش خارج بشه، باید بمیره به نوعی، باید تکه تکه بشه، باید سرخ بشه، باید از فرایند آشپزی عبور کنه. یا حتی کسانی که خامخواری میکنن گیاه رو از موقعیت زیستی خودش خارج میکنن، یا در نهایت میتونیم بگیم زنده زنده میخورن، ولی به هر حال اون رو از ترکیب زیستی خودش خارج میکنن، تکه تکهش میکنن با دندوناشون، اون رو تجزیه میکنن و بعد میره در مکانیسم بدنی، متابولیسم بدنی، اینها تخریب میشه در معده، روش اسید پاشیده میشه و نابود میشه و تبدیل میشه به چیز دیگه ای. پس بنابراین در اینجا تخریب رو ما کاملا میتونیم ببینیم. این تخریب به دلیل اینکه یک شکل بیولوژی که کاملا توجیه شده و مشروعیت یافته و ناگزیر به نوعی که در خود اصل طبیعت داره، اصلا به عنوان تخریب مطرح نمیشه و اصلا خود اینکه این تخریب هست یا این خشونت هست هم مورد سوال هست. البته وقتی انسان موقعیت هایی که از لحاظ زیستی برای او وجود داشته تغییر میده از طریق فرهنگ، و انسانی که انسان گوشتخوار نیست، ما این رو صراحتا میتونیم بگیم که انسان موجود گوشتخواری نیست، برای اینکه از خانواده زیستی آمده، میمون ها و شامپانزه ها، که اینها گوشتخوار نیستن و موجوداتی که گوشتخوار هستن موجودات شکارچی هم هستن، و انسان نه موقعیت موجودات شکارچی رو داره، یعنی نمیتونه سریع بدوه، نمیتونه با یورشی که میبره جانوران دیگر رو به دست خودش، به دست خالی خودش از بین ببره، میتونه با اینها نزاع کنه، و نه میتونه اینها رو تکه تکه کنه با دستان خودش باست، نمیتونه خام اینها رو بخوره. بنابراین دائما از حرکات فرهنگی استفاده میکنه، از ابزارهای استفاده میکنه که بتونه این خشونت رو اعمال کنه. ولی به هر شکلی حتی اگر انسان گیاهخوارم
باقی میموند یا بسیار انسانان که امروز گیاهخوار هستن باز هم دارن از اون قانون نفی و خشونتی که هگل ازش صحبت میکنه استفاده میکنم. ادامه این نفی و تخریب به اشکال بزرگتر و سختری میرسه، مثل جنگ، نزاع بین به اصطلاح یک گروه یا یک گونه با یک گونه دیگه، مثل اینکه انسان مثل همه گونه هایی که در طبیعت وجود داره اگر گونه بهش حمله کنه از خودش دفاع میکنه. جانوران شکارچی دفاع نمیکنن فقط از خودشون، جانوران شکارچی حمله میکنن به دلیل اینکه از این طریق معیشتشون تامین میشه، از این طریق باید غذای خودشون رو به دست بیارن. ولی انسان اون موقعی که صرفا از راه گردآوری و به اصطلاح جمع‌آوری گیاهان و ریشه و غیره به اصطلاح میتونست زنده بمونه، باز هم اگر جانوری بهش حمله میکرد از خودش با چنگ و دندان دفاع میکرد. خب در اینجا هستش که ما میبینیم که این خشونت یک خشونتی هستش که در ذات طبیعت در یک معنایی، یعنی در کاملا در مفهوم طبیعت جای داره، منتها این جای گرفتنش در مفهوم طبیعت یک معنایی داره و اون معنا این هستش که حیات بتونه تداوم پیدا کنه. یعنی این خشونت یا برای این انجام میگیره که موجوداتی که جان دارن بتونن نیازهای زیستی خودشون رو تامین کنن، آبی که مورد نیازشون رو تامین کنن، غذایی که مورد نیازشون رو تامین کنن، و بنابراین اگر رقابت باشه مجبورن دست به رقابت بزنن همونطور که داروین نشون میده، و یا برای این هستش که بتونن موجودات دیگه رو به دست بیارن، مؤنث‌ها رو به دست بیارن که باز بتونن اون خاصیت حیات رو که تولید مثل رو ادامه میدن. حالا به نظر هگل این تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ در انسان، در انسان تا پایان تاریخ، تا پایان تاریخ. و این از نظر هگل همون دیالکتیک حیاته. حالا وقتی این به مارکس یعنی هگلی های چپ میرسه، این رو تبدیل میکنن، پایان تاریخ رو اسمش رو میذارن دیکتاتوری پرولتاریا و رسیدن به کمونیسم نهایی و اون کمونیسم قایی که یک بهشتی است که در اون دیگه طبقه ای وجود نداره. بنابراین ما میبینیم که این به اصطلاح فلسفه نفی و خشونتی که با نفی همراهه ریشه های بسیار بسیار عمیقی داره که از دوران یونان باستان بر روی اون فکر می شده. اینطور نبوده که مثلا حتی هگل خودش این رو مطرح کنه، از یونان باستان روی این مسئله فکر می شده و بحث می شده. ولی حتی در دورانهای جدیدی ما در زمانی که مثلا داروین به مسئله بقای اصله توجه می کنه، به این مسئله توجه می کنه که چطور موجودات مختلف با هم برای زنده موندن رقابت میکنن و فقط موجوداتی میتونن باقی بمونن که بهتر بتونن با موجودات دیگه رقابت کنن، بهتر بتونن با طبیعت سازش کنن و سختی های اون رو پشت سر بذارن. پشت سر گذاشتن سختی های اون از جمله از طریق مسئله خشونت، خشونت برون گروهی، یعنی خشونت علیه یا برون گونه ای، یعنی خشونت علیه گونه های دیگه، مثل این که وقتی که انسان ها مثلا با جانوران که بر سر منبع آب رقابت دارن، خب اگر لازم باشه و کم باشه باید دست به خشونت بزنن، یا برای منبع غذایی، یا درون گروهی، حتی درون گروه خودشون هم یک گروه از آدم ها و گروه دیگه از آدم ها اگر برای منابع به اصطلاح مشکل داشتن دست به خشونت بزنن. و این مسئله ایست که ما میبینیم که این بحث تطوری ادامه پیدا میکنه تا فیلسوفان دوره نوزایی و تا دوران مدرن و اسپنسر به همین میرسه، هربرت مید به همین میرسه، دیویی به همین میرسه و تا امروز این اندیشه وجود داره که در نهایت هم
ما این رو در نولیبرالیسم و داروینیسم اجتماعی جدیدی میبینیم که اون هم در نهایت حرفش همینه که باید همه با هم رقابت کنن، هر کی بهتر باشه، یعنی هر کی خشن‌تر باشه او به موفقیت خواهد رسید.